به نام خدا. با آموزش مهندسی کنترل در صنعت بخش آرایش‌های کنترلی از مجموعه فرادرس در خدمت شما هستیم. در این فصل می‌خوایم در مورد آرایش‌های کنترلی باهاتون صحبت کنیم. منظور از آرایش‌های کنترلی، ببینید، ما در مورد نحوه کنترل سیستم‌ها که اکثرا سیستم‌های کنترل فیدبک بودن باهاتون صحبت کردیم. طرز تنظیم کردن پارامترهای کنترلی رو باهاتون صحبت کردیم. این دفعه می‌خوایم در مورد نحوه چیدمان این کنترلرها در حلقه فیدبک باهاتون صحبت کنیم. معروف‌ترین آرایش‌هایی که وجود داره، آرایش‌های کاسکید، فید فوروارد، ریشیو، سلکتور، اسپلیت رنج و اوورراید است که با همشون با مثال‌های آشنا خواهیم شد. آرایش اول، همون کنترل سری یا آبشاری هم بهش میگن، همون کنترل کاسکید هستش که در واقع وقتی از این آرایش ما استفاده میکنیم که تو پروسه سرعت پاسخدهی دو تا پارامتر یا چندین پارامتر، معمولا همون دو تا رو ما در نظر میگیریم، دو تا پارامتر با هم دیگه متفاوت باشه و در هم تأثیر بگذاره. چه اتفاق میفته؟ ببینید، الان این دیاگرام رو در نظر بگیرید. شما این حلقه داخلی رو فعلا در نظر نگیرید. ما یک پروسه ای داریم، یک کنترلر اول که پروسه یک رو کنترل میکنه، حالا با فیدبکی که داره، که حالا این رو اسمش رو گذاشتیم حلقه بیرونی یا همون حلقه اولیه که شامل کنترلر اول، پروسه یک، سنسور یک و حالا ست پوینتی که براش تعیین کردیم است. میایم با این روش کنترل رو انجام میدیم، کنترل فیدبک رو. میبینیم که یک سری پارامترها در پروسه یک وجود داره که اثرشون در پارامترهای دیگه، در پروسه‌های دیگه بر کنترلر بیشتر هست. یعنی پاسخدهی متفاوت است. مثلا شما میخواین دما رو کنترل کنید، میبینید که کنترل دمای شما به فلو هم بستگی داره. در این جور شرایط میایم پروسه رو به دو قسمت تقسیم میکنیم و یک حلقه داخلی برای این پروسه در نظر میگیریم، اینر لوپ، که اون رو میگیم حلقه ثانویه، و طوری کنترل رو انجام میدیم که ست پوینت کنترلر دو همون خروجی کنترلر یک باشه. الان ببینید ست پوینت کنترلر دو همون خروجی کنترلر یک هست و با این دستور میتونیم کنترل رو انجام بدیم. حالا با یک مثال بیشتر با این موضوع میتونیم آشنا بشیم. سیستم مقابل رو در نظر بگیرید. این پروسه یه دیگ آب گرمه که توسط مبدل حرارتی، هیت اکسچنجر، داره گرم میشه. در واقع چه اتفاقی میفته؟ بخار وارد تانک میشه و با دیواره مخزن تبادل حرارتی میکنه. این اتفاق که افتاد، این دفعه دیواره مخزن با سیالی که درون مخزن هست تبادل حرارتی انجام میده. خب واضحه که این دوتا پروسه، پروسه‌ای که در اینجا اتفاق میفته، کلش یه پروسه است، ولی ما به دو قسمت تقسیمش میکنیم. چرا این کار میکنیم؟ چون سرعت تبادل‌های یکی نیست. خب واضحه تبادل بین بخار و دیواره خیلی سریع‌تر انجام میشه، سرعت بالایی داره، به خاطر اولا دمای بخار خیلی زیاد هست، از طرفی مقاومت حرارتی دیواره بسیار کم هست، پس این تبادل حرارتی بسیار سریع انجام میشه. حالا در فاز دوم چه اتفاق میفته؟ این سرعتش کمتره، به خاطر اینکه تا دیواره بخواد به سیال گرما رو حالا انتقال بده زمان بیشتری طول میکشه، به خاطر زیاد بودن اینرسی حرارتی آب، همینطور مقاومت حرارتی زیادی که وجود داره، این اتفاق خیلی آرومتر میشه. ما در قدم اول میایم یه پیشنهاد میدیم، میگیم یه سنسور حرارتی بذار، تمپرچر ترانسمیتر، اینا رو علائم رو در فصول گذشته با هم خوندیم، یه تمپرچر ترانسمیتر بذار اینجا، سنسش کن، بفرستش به تی سی تمپرچر کنترلر، ست پوینتی هم که بهش دادی، مثلا این دما رو توی 20 درجه همیشه نگه دار. این سنسور دما رو سنس میکنه، میفرسته به کنترلرت، کنترلرت با ست پوینت تطابق میده، اگر نیاز باشه والو رو که استیم داره ازش میاد، بخار ازش داره میاد، یا باز میکنه یا میبنده، بسته به دما اختلاف، این خطایی که اینجا میاد، ست پوینتت 25، دمایی که اینجا سنس شده 20، 5 درجه اختلاف وجود داره، باید گرمتر بشه، پس استیم بیشتری میفرستیم داخل، این گرمتر میشه. تو نگاه اول این کار ما رو راه انداخت، درست. ولی اگه دقیق‌تر بخوایم به مسئله نگاه کنیم، ببینیم که با این اتفاق، با این روش کنترلی فیدبک ساده، کار ما راه نمی‌افته. ما دچار مشکلات اساسی هستیم در این حالت. همونجور که تو قسمت اول توضیح دادم، ما یه مشکل اختلاف زمانیه
یعنی خیلی زمان زیادی طول میکشه تا این دیوار سیال رو گرم بکنه، ولی این استیمه داره میاد. یعنی اختلاف زمانی خیلی زیادی این وسط وجود داره. یعنی فاصله زمانی طولانی بین ارسال فرمان کنترل کننده تا احساس نتیجه حاصل از اون وجود داره، به صوری که تو این فاصله زمانی ممکنه خیلی اختشاشات وارد پروسه بشه و حتی سیستم رو به ناپایداری ببره. مشکل بعدی اینه که ما فقط میگیم استیم بیاد داخل، هیچ کنترلی روی دبی ورودی، دبی بخاری که داره وارد تانک میشه وجود نداره. شما ممکنه ولوتون بر حسب اتفاق یه بخشی از دبی رو ارسال کنه، در وقت دیگری بخش دیگه ای از دبی رو. و این مقدار دبی برای ما خیلی اهمیت داره دیگه، چقدر و چه سرعتی این دبی وارد، این بخار وارد این تانک بشه. برای حل این مشکل میایم از این استراتژی استفاده میکنیم که میشه استراتژی کسکید. دو تا متغیر این دفعه تعریف میکنیم، یکی دما و یکی فلو. چه کار میکنیم؟ میایم میگیم که دما باشه متغیر اولیه من، اساس کسکید گفتیم متغیر اولیه و متغیر ثانوی است. دما رو مثل حالت قبل سنس میکنیم، میفرستیم به کنترلر اول با ست پوینتی که حالا بهش دادیم، دما کنترل میشه. ولی به جای اینکه این دما بیاد بره به ولف بکچوئتور، میشه ست پوینت یک کنترلر دومی که کنترلر ثانوی است و اون کنترلر چیه؟ فلو. کنترلر حالا کنترل فلو بر چه اساسی تصمیم میگیره؟ بر اساس دمایی که ما بهش دادیم و فلوی که بعد از ولف خودش داره سنس میکنه توسط فلو ترانسمیتر. فلو ترانسمیتر یه ست پوینت بهم میده، تی سی هم که یه ست پوینت دیگه بهش داد. بر این اساس فلو کنترلر این دفعه تصمیم میگیره که ولف باز بشه یا بسته بمونه. در واقع متغیر ثانویه ما این دفعه فلو میشه. مادامی که خطای دما مقدار ثابتی باشه، دبی بخار هم روی مقدار مناسبی تنظیم میشه و دیگه اون اثر ثابت زمانی قسمت اولیه رو که تو مرحله قبل با این مشکل داشتیم، دیگه این تا حد زیادی این تأخیر با این استراتژی حل میشه. پس به این ترتیب ما یک پروسه رو به دو قسمت تبدیل کردیم و تونستیم یک کنترلر کسکید برای این سیستم طراحی کنیم. اما یه سری نکات در مورد کسکید باید بدونیم. ما کی میتونیم از کسکید استفاده کنیم؟ وقتی فیدبک جواب نده، مثل حالت مثالی که براتون حل کردیم. فیدبک به تنهایی نمیتونست دما رو به اون مقدار مورد نظر برسونه. یا بتونیم تو این حالت وقتی این مشکل به وجود اومد، بتونیم یه متغیر ثانویه قابل اندازه‌گیری پیدا کنیم. بسیاری از وقتها ما تو پروسه میدونیم مشکل چیه، ولی نمیتونیم اون متغیر مشکل رو، اون متغیری که باعث دردسر شده رو اندازه‌گیری کنیم. یا امکاناتش رو نداریم، یا هزینه به صرفه نیست، یا هر دلیل دیگه. از طرف یه نکته رو باید در نظر بگیرید که اون حلقه داخلی باید سرعتش 3 برابر بیشتر از حلقه خارجی باشه. اون موقع کسکید خیلی جواب بهتری میده. همیشه هم اینو یادتون باشه، متغیر ثانویه رو ما میدیم به اکچوئتور که در مثال قبل اون متغیر ثانویه که فلو بود تصمیم گیر آخر بود. همیشه این رو هم تو استراتژی در نظر بگیرید. از خوبی های کسکید اینه که خروجی کنترلر شما و خروجی سنسورهای شما تقریبا 2 بار چک میشن و این باعث ایمن شدن میشه، حالا نسبت به اختشاشات یا هر مشکل دیگه. از طرفی همون که گفتم اطمینان به سیستم بیشتر میشه، وقتی ایمن باشه اطمینانتون هم بیشتر میشه. از ایپ های سیستم های کسکید اینه که شما خب سنسور بیشتری میخواین. شما مثلا تو مثال قبل یه دونه سنسور دمایی میخواستین، ولی این دفعه یه سنسور فلو هم میخواین، پس هزینه هم میره بالاتر، کنترل دشوارتر میشه. شما باید یه کنترلی رو داشته باشین که چندین ست پوینت میگیره و تصمیم گیر باید باشه. طراحیش هم که بالاخره دشوارتر میشه نسبت به حالت قبلی خودش. برای تیون کردن استراتژی کسکید ابتدا تمام حلقه ها را در حالت منوال قرار می دهیم. یعنی همه حالت های باز منوال باشه. بعد اون حلقه داخلیه رو اول تنظیم می کنیم. حلقه داخلیه رو با روش هایی که قبلا گفتیم CC و ZN و هر کدوم از اون روش هایی که خوندیم تنظیم می کنیم. این دفعه حلقه رو دیگه طراحی کردیم، پارامترها رو داریم. تو حالت اتوماتیک می ذاریم، میریم حلقه بیرونی رو تنظیم می کنیم. این ساده ترین راه تنظیم کسکید هست. یه نکته آخر که بخوام بگم، سرعت متغیرهای فرایندی، فشار گازها بیشترین سرعت رو داره، بعد فلو هست، فلو سیالات، بعد فشار بر مایعات، دما و ترکیبات شیمیایی مثل کنترل پی‌اچ کنترین سرعت فرایندی رو داره. و
پس وقتی میخوایم استراتژی کسکید رو ببینیم که آیا اون سه برابر از حلقه داخلی، سه برابر سرعتش بیشتر از حلقه بیرونی است، با دونستن اینکه سرعت در فشار گاز از همه بیشتره، میتونیم اتخاذ کنیم، تصمیم بگیریم که آیا از کسکید استفاده بکنیم. جواب خواهیم داد. این مثال بیشتر فرایندی و بین بچه های مهندسی شیمی هست، ولی ما فقط میخوایم بگیم که روند کار چجوریه، چجوری انتخاب میکنن که یک متغیر به عنوان متغیر ثانویه باشه یا نباشه. ببینید، یک مثال رو در نظر بگیرید. هدف در این مثال کنترل غلظت خروجی این راکتور هست. داره غلظت رو آنالیز میکنه توی خروج و هر لحظه این آنالیزش رو ارسال میکنه برای ولوی که اینجا هست. حالا ولو مسیر رو باز میکنه، اون سیالی باید بیاد تو مسیر و از هیت اکسچنجر عبور میکنه و وارد راکتور میشه، که معمولا اینجوریه که غلظت با افزایش دما کمتر میشه. اگر مثلا اینجا دما رو بیشتر میکنیم، سیال رو میفرستیم، غلظت اینجا کمتر میشه یا برعکس. این که حالا ما بخوایم از استراتژی کسکید استفاده کنیم، باید تمام عوامل متغیرهایی که در این پروسه تاثیرگذار هستن رو بررسی بکنیم تا ببینیم کدوم پارامتر رو به عنوان متغیر ثانویه در نظر بگیریم. چیکار میکنن؟ یه چک لیستی درست میکنن، پارامترها رو اینجا مینویسن، تمام پارامترهایی که تاثیرگذار هستن. بعد یک سری سوال میپرسن. پاسخ متغیر ثانویه اون پارامتری هست که پاسخش به این سوال‌ها همگی مثبت باشه. یعنی الان تیسه رو اومده، این روش هم بیشتر تجربی هست، با تجربه این رو مهندسین فرایند معمولا متوجه میشن که تک تک امتحان میکنن. کنترل تک حلقه مطلوب نیست، یعنی الان تو این شرایط ما کنترل تک حلقه‌ای داریم میکنیم، فیدبکی داریم انجام میدیم، جواب مناسبی نمیگیریم، میبینیم آره همه این پارامترها تاثیرگذار. متغیر قابل اندازه‌گیریه، در واقع اندازه‌گیری شده است، یعنی قابل اندازه‌گیریه. اینجا هم انگار همشون قابل اندازه‌گیریه، با توجه به این سنسورهایی که اینجا گذاشتیم، ترانسمیترهایی که اینجا گذاشتیم، قابل اندازه‌گیریه. اختشاش هستن آیا؟ این پارامترها رو میتونیم به عنوان اختشاش در نظر بگیریم؟ میبینه که مثلا F1 رو، A2 رو، اینا رو نمیتونیم، نو هستن، نگاتیو هستن، فقط T2 و T3 هستن که میتونن به عنوان اختشاش باشن. و در آخر همه سوال‌ها رو که میبینن، میبینن یه پارامتر پاسخش به همه سوال‌ها مثبت است. در این حالت میگن که متغیر ثانویه ما همون T3 است. پس میاد آنالیز غلظت رو اول میده به کنترلر دما و از کنترلر دما این دفعه میده به اکچوئتور. دو تا حلقه ساختیم، حلقه بیرونی، حلقه داخلی، و به این ترتیب ما تونستیم استراتژی کسکید رو دوباره اینجا برای یک سیستم راکتور پیاده سازیم.